الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف انبیائه و افضل سفرائه و علی آله الهداة المهدیین المنتخبین المنتجبین. در حدود 40 سال است که ما اربعین را مشهد مقدسیم، یعنی در واقع 39 ساله این اربعین چی بیاد میشه 40 سال. و ما به این جهت هم از اربعین کربلا محرومیم، فقط یک بار آمدیم شب اربعین را درک کردیم، روزش از نجف به مشهد پرواز کردیم که به مجلس روز اربعین برسیم. ولذا تا گفتیم چون این را در راه امام حسین است، و فقط وقتی عصایی شدیم گفتیم یه بار بریم چه ثبت نام کنیم، دیگه سال دیگه اگه ویلچری شدیم دیگه مزاحم دیگران میشیم. این مجلس ما جاهای مختلفی هست و مختلف بود. مهمتر مرکزی که اونجا داشتیم حسینی پاچنار بود. پاچنار یه کوچه هست که قدیم یه چنار بزرگی بوده، الان خود چنار دیگه اونجا وجود ندارد، ولی اسم کوچه مونده پاچنار. اونجا یه حسینیه از مال تبریزه. این حسینیه بیش از 90 سال تأسیس شده و قدیمی ترین حسینیه آذری ها در مشهد و تا الان هم یک رنگ مونده. بیش از 10 تا حسین از این جدا شده، اونا گاهی رنگ های مختلف گرفتن، ولی اینجا نه، به همون سبکش باقی مونده. بعد یا یه حسین محمد خوشزاد داشتیم، ایشون تأسیس کرده بود و سالها اداره میکرد. بعد از ایشان پسرش مرحوم حسین حسن خوشزاد اداره میکرد که شاعر بسیار زبردستی بود و الان هم او هم فوت کرده، پسر ایشون اداره میکنه. ما هر سال اونجا برنامه داشتیم اول صبح، بعد هم مجالس دیگری داشتیم، ولی بعدا به تدریج سن بالا رفت کاملا رها کردیم، فقط اول صبح یک جلسه داریم در حسینیه اطمینان، همون بغل حسینیه اصلی خودمون، یکم شفا بیت مرحوم آیت الله قمبه، این دوتا را فعلا داریم. یک سال ما در این حسینیه بحث وهابیت داشتیم، دوستان زیادی از شهرهای مختلف می آمدن، از جمله یک گروه هم هر سال از گنبد قابوس می آمدن. اینا گفتن آقا این حرف ها اینجا ضایع میشه، جاش اونجا هست، اونجا با سنی ها درگیر هستیم و این مسائل اونا برای ما همیشه پیش میکشند و هم گریه حرام است و زیارت حرام است و ندا و امثال، بالاخره اون حرف های چه وهابیت دارن. بالاخره از ما دعوت کردن، یک ماه رمضان رفتیم گنبد قابوس. در اونجا مسجد اعظم، بله مسجد اعظم شهری که در وسط شهر بود، مسجد جامع تعبیر میکردن، و یک شخصیت بسیار نازنین مرحوم آقای آصف عظیم حسینی که وکیل مرحوم آیت الله آصف محمد شیرازی بود، ایشون اونجا را اداره میکرد و ما رفتیم برنامه اونجا اجرا کردیم. اونجا در حدود 2000 نفر جمعیت میگیره، ولی پر میشد، مخصوصا از اهل سنت. ما روز اول اعلام کردیم که ما 30 روز اینجا در خدمت شما هستیم، 30 تا مسئله اختلافی بین شیعه و سنی را اینجا ما مطرح میکنیم و ملتزم هستیم که یک کلمه از منابع شیعه نقل نکنیم، منحصرا از منابع اهل سنت نقل کنیم. خیلی از این طلبه های سنی اونجا جذب شدن. یه روز یکی از دوستان احصا کرد، آمد گفت که 27 تا طلبه سنی نشستن جزوه می نویسن، یعنی از اول تا آخر مطالب را یادداشت می کنن می نویسن. و ما الحمدلله موفق بودیم که هر مسئله را ریشه اونجا بحث کنیم، زیارت و گریه و امثال اینها را که مطرحه. و چون قول داده بودیم که هرگز از منابع شیعه چیزی نقل نکنه، تا آخرم همینطور موندیم. بعد اونجا مطلع شدیم که یه خانه شطرنج ساختن و قرار است این را در دهه آخر ماه مبارک افتتاح کنن. ما دیدیم که اینجا یه وظیفه داریم که بالاخره جلو این کار را بگیریم، ولی چگونه؟ روز 18 ما جلسه اونجا روزها بود، شبها جای دیگه برنامه داشتیم، روزها بعد از نماز ظهر و عصر برنامه داشت. اون روز
حدیثی را از کتاب ابو حنیفه نقل کرده. ابو حنیفه 35 تا وسیله ارتداء نقل میکنه که اگر کسی این کار را بکنه مرتد میشه. اولین مورد این است اگر کسی یک عملی که به ضرورت شرع حرامه این را با بسم الله شروع کنه مرتد میشه. سه تا مثال، یکی مشروب، شرب خمر حرامه به ضرورت من الدین، اگر کسی شراب بخوره میشه فاسق، ولی اگر شراب را با بسم الله بخورد این اهانت به نام خدا هست میشه مرتد. و مثال دوم عمل فحشا را زده که این کار حرامه، کسی انجام بده فاسق میشه، اگه بسم الله بگه کافر میشه مرتد میشه. مثال سوم شطرنج، چون به ضرورت من الدین این حرامه، اگر کسی شطرنج بازی کند فاسقه، اگر با بسم الله شروع کند کافره. ما این را از روی کتابش آوردیم، روی من نقل کردیم، این را مفصلا بحث کردیم. 40 تا حدیث در مورد حرمت شطرنج نقل کردیم و بالاخره موضوع خیلی مشخص و همه به صورت شفاف فهمیدن موقعیت شطرنج در اسلام. هر روز از منبر که می آمدم اونجا می نشستم، یه جمعی می آمدن سوال جواب می کردن. یک ساعت منبر بودم، یک ساعت هم پای منبر جواب می دادم به سوالات. اون روز یه 22 نفر آمدن، با روزهای دیگه متفاوت بودن، همشون یه چهره های خاصی بودند و همه اتو کشیده و بالاخره آمدن. یکی از اینا شروع کرد به سوکه ها جاقا ما الان 18 روز پای منبرتون هستیم، هر روز مطالب ها یادداشت میکنم، میبرم خونه برای خانواده بیان میکنم، در محل کار به دوستان امروز چک کنیم. تو میشه برگرد گفت نه، این 22 نفر تیم شطرنجه و من رئیس تیم هستم و در نتیجه ما امروز چک کنیم. گفتم میشه هر روز. گفتم شیعه باشید فتوای مرجعیت حرمته، سنی باشید فتوای ابو حنیفه حرمت، اونم به ضرورت من الدین. بالاخره ما یک ساعت به اینها توضیح دادیم، اینا به فتوا بعضی ها خواستن استناد و مانع شدیم، گفتیم که شما الان حق ندارید از کسی که از دنیا رفته تبعیت کنید، به اضافه بعد از فوتیشون آیت الله خویی اعلم مراجع بود و فتوای همه مراجع این است که اگر زنده اعلم باشد عدول واجبه و شما الان حق نداره به فتوای کسی که از دنیا رفته، اونم فتوای واقعی نبوده بلکه شون یه حرفی زده به این مضمون. ما مثل این چی میگیم که اگر سرکه شراب بمونه، شراب بمونه سرکه بشه حلاله، این فتوا به حلیت شراب نیست، فتوا به این است که اگر برگرده بشه سرکه، یعنی اگر یک روزی پیش بیاد که این وسایل شطرنج واقعا دیگه ربطی به قمار نداشته باشد، بشه فقط برای هوش و این حرفا، موضوع عوض میشه. در حالی چمه مراجع گفتم و کلمه شطرنج به اسم حرام نرد و شطرنج، حتی مثلا همه تفاسیری که در مورد آیات قرآن آمده در تمام، چه در مورد انما الخمر و المیسر، گفتم میسر یعنی نرد و شطرنج. بنابراین این دیگه بل اسم حرامه نه بل وصف. ما این مسائل را گفتیم و اون جلسه تمام شد و اونجا توضیح دادیم که اگر کسی آلت شطرنج در منزل دارد باید قبل از مغرب اون را از بین ببره، چون آلت شطرنج نگه داشتنش حرامه، فروشش حرامه، اهداش هم حرامه، تنها راهش از بین بردنه. حالا چند نفر چین کار انجام داده بودن جای خود، یه پیرمرد شبان چین اینو گفتم چیه؟ گفت پسرم رفته اصفهان یک وسایل شطرنج گرفته منبتکاری به 400,000 تومان، 400,000 مثلا 30 سال پیش، ولی زا این رستن اکبند بود، باز نکرده بود چه روز افتتاح خانه شطرنج باز کنه. امروز آب گذاشت تو حیاط، نفریخت آتش زد. الحمدلله همچنین تأثیرات این برنامه داشت. شب
رفتیم حسینیه حضرت ولی عصر شبان رو جلسه داشتیم. باز اجتماع زمستان بود، برف بود اینا، ولی شاید بیش از 2000 نفر بیرون حسینیه سرپا میسادن، از بلنگو گوش میدادن. یه آقای آمد، من اسمش شنیده بودم، نمیدونستن قیافه رو نمی. وقت آمد همه بلند احترام کردن، آمد جلو نشست و فهمیدم چمون شخصه. گفت حاجی آقا من امروز خیلی ساده، من نمیدونستم چی شطرنج را منها. خب این حرف های شما کافیه؟ و یا گفتم یا. گفت که با این جوان شب بریم اون خانه شطرنج آتش بزنه. چون متوجه شدم که این خودی نیست، ولی زیاد خیلی ادب را کنار گذاشتم مطابق شأن ایشان. گفت شما واقعا نفهمید یا خدا به نفهمی میزنه. نبته طریق الگای سخن نیست، ولی اونجا ایجان چون دیدم بچه ها خیلی بهش احترام کردن، خواستم اون را بشکنم. گفت چطور؟ گفتم اینجا تا مرز شوروی یه رو بیشتر فاصله نیست، میخواد شهر را به آتش بکشی، آشوب برپا کنی، بریم آتش بزنیم، یعنی چه؟ نمیدونم اینجا 72 ملت جمعه، میخواد شهر را به هم بریزید. پس این ننگ را من کجا ببرم که تو شهر ما خانه شطرنج باشد؟ گفتم که این ننگ را ببر در خانه امام جمعه، شما بردار ببر خدمت شهردار و فرماندار، بگو آقا ما تو این شهر خانه کتاب نداریم، اینجا را خانه کتابش کنید. و توضیح دادم، گفتم اینجا رفتم کتابخانه، کتابخانه ملی شهر، اونقدر رطوبت داشت که بر من چند اگر نشستن سخت بود، در حالی که کاکا توفیق وقتی در اون مجلش فکایات می نوشید که طلبه جانور است که در جاهای رطوبه زندگی می کند. در اینا برای من قابل تحمل نبود، این بچه های نازنین چگونه تحمل کنم؟ بالاخره این برنامه ما باعث شد که اونجا هرگز افتتاح نشد، ولی برای ما یک عکس العمل های پیش آمد و خیلی از مسائل چه الان گفتنش نیاز ندارد، یک همچون سفر الحمدلله مؤثر ما اونجا داشتیم. یک سال تابستان تهران بودیم، یه مسجدی بود در امامزاده معصوم. این مسجد یکی از دوستان ما آسد جواد موسوی اپری وفات کرد و رحمت کند، اونجا امام جماعت از ما دعوت کرد که ما بریم اونجا یه 10 روز جلسه داشته باشیم. جلسه ما با تخت سیاه بود و تدریس عقاید بود. ما 10 روز اونجا روزها جلسه رای داره، شبها منبر رفته. بعد منبرهامون هم همیشه منبرهای منظمی بود، حرفهای خلاف نمی زدیم، حتی برای مخالف هم حرف خلاف نمی زدیم، ولی حالت روشنگری داشت. شب دهم مسجد را محاصره کردن که ما را بگیرن، زمان رژیم قبلی بود. بعد منم نمیدونستم، من منبر بودم که مسجد محاصره شد. من تصاحب مسافرت که میرم خیلی سبکبال هستم، یعنی چند تا دفتر و چند تا لباس که داشتم توی بکچه بود و اون شب بنا بود از مسجد برم مستقیم قم، هم زیر بغلم بود زیر عبا منبر نشسته بودم و منبر که تمام شد یا مثلا بلغ خاموش شد. مگو اینها خودشون برگ را خاموش کردن که مرا از اونجا فرار بدهن. من مطلع نبودم که داستان چیه. دعا کردم آمد ام پایین، آمدن چند ازاد برای چی کنید این ایشون بیاد بد میگه. بالاخره ما را بردن تو حیات مسجد و از اون طرف یه دری بوده به کوچه، ما را از اونجا بردن بیرون. گفتم بابا یعنی چه؟ اینه خواستم فردا خونمون میگیرن دیگه، ما را چی میشناسن؟ همه آدرس ما معلومه، تلفن ما. گفتن نه اینجا نباید دستگیر بشه. ما رو اونجا سوار یه ماشینی کردن، بردن ترمینال و اونجا هم سوار یه ماشینی و رفتیم قم.
گم چه رسیدم به این آیا سید سوا زنگ دا من رسیدم. گفت هنوز مسجد در محاصرت. اینا خیال من شما در یک گوشه مخفی شده. اینا منتظر هستن چه شما ظاهر بشه شما رو بگیرن. یه همچه برنامه اونجا داشتیم و الحمدلله. و البته این برنامه ها برای ما زد و گریز فراوان پیش می آمد. یه وقت مدرسه خام بودم اونجا یه مدت کوتاهی. اون خادم حاج آقا آمده بله دیدم که مأمور ساواک بغلشه. گفت که شون آمده حاج آقای مهدی پور را میخواد. گفت آنشه تو حجره نیست. چون بیرون بودن در حجره کسی نبود. آنه بهش که آه نیستن و اون رفت. یه مدرسه حجتی یه روز کنار حوض داشتم استکا میشستم. مأمور اطلاعات آمد و آقای مهدی پور کجا حجره؟ هستش؟ گفتم نه. گفت چه؟ گفت من الان بودم اونجا نیستش. بعد اونم باز همطور رفت و ما این نوع برنامه ها را فراوان داشتیم. روزی از خونمون آمدم بیرون قبل از اذان صبح که برم حرم. دیدم چه ماشین مخصوص شهربانی مقابل در خونه استاده مطابق قبل از اذان صبحه. حدود خونه را بلده ولی دقیق نمیدونه منم به قیافه نمیشناسه. در واسه جای مهدی اونجا کجاست خونه بودن تشبیار. بغل خونه ما یک کوچه بود. اونجا داخل کوچه درب چهار منزای محمد رضا مهدی پور بود اهل گیلان و خودش هم اونجا را فروخته بود. هنوز کسی نیامد و ساکن باشه که اگه در میزه کسی هم بود جواب بدهد. و واقعا هم خونه های مهدی پور بود منتها مهدی پور محمد رضا. بعد ایشون رفتند و ما هم از اونجا مستقیم رفتیم حرم و سلامتیم زمکران. از زمکران رفتیم شهر دیگری و به هر حال یه همچون مواردی هم برای ما همیشه پیش می آمد. ما تا می تونستیم سعی می کردیم که دستگیر نشیم. در این حال من 30 بار زمان شاه دستگیر شدم. منتها همش به زندان نینجامید. گاهی زندان بود، گاهی یه سوال جواب بود، گاهی چند سال توقف بود، گاهی یه مسائل پیش می آمد که برای ما جالب بود. مثلا یه خاطره عرض می کنم. یه روز ما را بردن تو کانتینر داشتن ما را سینجی میکردن، سوال جواب میکردن. هوا خیلی گرم بود، آفتاب میزد و کانتینر هم چه آهن دیگه میجوشید. منم چشم بندی که زده بودن همینطور عرق میریخت میامد و چشمان را میسوزانه. بعد یه لحظه احساس کردم که این بازپرس رفت بیرون. پایین دیم بله رفته بیرون. یه روزنامه بود روی میز، انداختم روی کفش تخته بود و سرم گذاشتم زمین. در کمتر از یه دقیقه خوابم برد. بعد ایشان وقتی آمد دید من خوابیدم از 500 تا فوش برش بدتر بود که من یک ساعته دارم این همه اولتیماتوم، این همه تهدید، این همه بلدرم بلدرم میزنم میکشم. ایشان در کمتر یه دقیقه خوابش برده. یعنی استرس یه چیزی که نداشتیم هیچ. در این حد هم الحمدلله ما هم بر خودمون مسلط بودیم و همین چه بالاخره نگران از این نداشتیم چه زندان بریم چه میشه، اگه بمانیم چه میشه. الحمدلله ما در هر حال خدای را شاکریم و از این چه احسان کرده لطف کرده عنایت که باز هم شاکر هست. ما همه سال در دهه مهدویه اصفهان میریم. اونجا مرکزی هست به عنوان مرکز حضرت ولی عصر. در این مرکز همیشه ما برنامه داریم به مدت 10 روز. منتها برنامه هامون به این صورت است که اول ثبت نام میکنن، دیپلم به بالا از دانشجوها، لمعه به بالا از طلبه ها، بالاخره افراد خاصی و اینا به صورت کلاسی داره میشه. میان اونجا 10 روز آموزش میبینن، بعد از 10 روز امتحان میدهن، بعد هم براشون یک بالاخره مدرک های البته غیر رسمی دیگه، مدرک دولتی نیست، داده میشه. بعد این برنامه الان بیش از 10 سال اونجا
اجرا شده، سه چهار سال تاخیر آمده اینجا نجف پیاده کردیم، باز سال گذشته و امسال دوباره در اصفهان دایر شد. از اونجا ما می رفتیم شهرهایی که دوربر اصفهانه، ده روز که اصفهان بودیم یکی دو شب هم می رفتیم شهرهای اطراف و هر سال هم یکی از شهرش می رفتیم. این شهری بود که به نام نجف آباد نزدیکی اصفهان، چی می شد شب بعد از جلسه بریم و برنامه اجرا کنیم و برگردیم. اونجا به ما گفتن که اینجا یه شهر به نام زیبا شهر، اونجا بهایی داره. گفتم پس اونجا واجب تر بریم اونجا، ما اونجا چی نمیاد؟ گفتم نه ما میاریم. بعد برنامه ریختیم که اونجا تابلو بزنن، یک برنامه تنظیم کنن به نام گفتمان ادیان، عنوان اسلام و بهایت نباشه، گفتمان ادیان، و جلسه تو مسجد یا حسینیه نباشه، در یه جای مثلا دبستان، دبیرستان، یه همچه سالن تئاتر، سالن آمفی تئاتر امثال این. این برنامه اجرا شد و اون 32 نفر بهایی که اونجا بچه هاشون تو مدرسه بود به اینا کارت دعوت دادن که خودشون با اولیا بیان اونجا. ما آمدیم یه برنامه تنظیم کردیم و پولیکوپی کردیم، به افراد تحویل دادیم نوشته را. در مورد آنچه از علی محمد باب راجع به امام زمان رسیده یه مطالبی داشت، مثلا یه کتابی داره به نام تفسیر سوره یوسف که الان نیست در دست اینها، ما نسخه‌اش را داریم در مشهد مقدس تو کتابخانه آسان کسر رضوی موجوده. در اونجا از امام زمان نام میبره، از چهار نایب نام میبره و این هیچی نایب پنجمی ندارد، این را تصریح میکنه. ما این مطالب را اونجا گنجاندیم، نوشتیم با ذکر مأخذ و مدرک. بعد آمدیم اونجا سخنرانی کردیم و این جزوه را دادیم دست بچه ها و به بچه های مسلمان خطاب کردیم. هر کدام از شما توی همسایه‌شون، تو کلاسشون از بچه های فرقه زالده هست، اینها را هدایت کنن، با اینها تماس بگیرن، با اینها بنشینن. اگر شما بدونید چه هم کلاستون مثلا مبتلا به سرطانه، تا تلاش میکنید، تا قدرت دارید او را دکتر ببرید و آزمایش و این حرفا. حالا اگر بدونید چه رفیقتون، همسایتون داره میره جهنم، وظیفه ندارید که اینا را ارشاد کنید، هدایت کنید. شما حتما باید اینها را بنشینید، با اینها گفتگو کنید. اینها این مطالب شما اینجا نوشتیم، اینها را با اینها بشینید بحث کنید، از اینها بخواهید که کتاب را بیارن، از روی کتاب اینها را بررسی کنه. اگر این کتاب را نداشتن من تو خونه دارم، میاد قوم مهمان ما باشه دو روز سه روز اونجا، از چون اونا هیچ کدام کتاب خودشون ندارن، برای آنچه اگر داشته باشم بخونم میبین چقدر مزخرفه. به دلیل مزخرف بودن متون بهاییت هیچ کتاب بهایی دست هیچ بهایی نیست. از این نظر ما اینها را هی تشویق میکردیم که از اینها کتاب مطالبه کنن، بگم بیاد این کتاب را بیارید بخونیم، و اگر نداشتم بریم قم، منزل ایشان هست. ما الحمدلله کتابخانه خیلی مجهزی داریم، شاید 23000 جلد کتاب دارد، حدود 4000 جلد فقط راجع به امام زمان داریم، یعنی وسیع ترین کتابخانه تخصصی آقا بقیت الله از فضل خدا در منزل ما هست. هر مثلا قم، اصفهان، مشهد کتابخانه تخصصی امام زمان هست، تعداد کتاب های خاص در این حد نیست، نهایه مثلا 2000 تاست، ولی ما حدود 4000 تا داریم. من یک کتابنامه دارم، کتابنامه حضرت ولیت، بیش از 2000 کتاب اونجا معرفی کردم، کتاب خاص، کتابی که راجع به امام زمان نوشته شده، حدود 30 سال پیش این را نوشتم. اون زمان خونه ما حدود 700 تا کتاب امام زمان بود، ولی ما اونور اینور گوشا گشتیم 2066 تا یا 2060 تا کتاب معرفی کردیم. الان بیش از 3000 تا خونه داریم. الان کتاب رو بخوام چاپ جدید بشه به بیش از 4000 کتاب دسترسی داریم. و این کتاب ها کتاب های خاصه، یعنی خصوصا راجع به امام زمان. حدودا 1/10 اینا مال اهل سنته.
که از اونها منحصرن راجع به امام زمان علیه السلام نوشته شده. بعضی کتاب خیلی خوبی هست، کتاب های جامعی هست، کتاب هایی که هر سنی بخواند اگر هدایت نشه مستقیم میره جهنم، یعنی براشان اتمام حجت میشه. همچنین کتاب ها الحمدلله داریم و داشتیم و در اون موارد هم از اینها استفاده کردیم و معرفی کردیم. یک سال در آستانه غدیر خم ما یه سفری کردیم به خراسان جنوبی. شهرهایی که رفتیم عمدتا شهرهای صوفی نشین بود و دوستان طوری تنظیم کردن که ما در 3 روز 9 تا شهر رفتیم، صبح و عصر و شب. صبح یه شهر، شب هم نزدیک بودم، و عصر یک شهر، شب هم یک شهر. روز سوم که روز غدیر خم بود رفتیم دیگه مرکز، و اونجا شهریست که خیلی معروفه و چه شهر مرحوم آقای سید حسن مدرسه به نام کاشمر. سه تا برنامه گذاشتن، صبح برای حوزه علمیه برادران، عصر حوزه علمیه خواهران، شب مسجد جامع برای عموم. ما صبح رفتیم اونجا برنامه اجرا کردیم، عصر اونجا، شب هم رفتیم مسجد. مسجد جامع مسجد خیلی بزرگی بود، منتها امام جمعه که امام جماعت مسجد بود آمده بود، بنرهای زیادی زده بود چه فلانه میاد و چنین و چنان، و این خیابانی که جلو مسجد جامع بود از دو طرف از چهارراه بسته بود و خیابان را با زیلو و فرش و موکت پهن کرده بودند. مسجد چی پر بود، حیات مسجد پر بود، خیابان هم تقریبا پر بود. یه همچون جمعیتی ما رفتیم اونجا راجع به غدیر صحبت کردیم، بعد یه جمله تو پرانتز گفتیم، گفتم که شما اهل کاشمر میدانی که بعضی کاشمر را با مرحوم مدرس میشناسن، بعضی کاشمر را با اون شیره کاشمر که خیلی جالب است و لطیف است با اون شیرش میشناسن، ولی یک عده کاشمر را با آیت الله کاشمری میشناسن. یه شخصیت بسیار جلیل و قدری اونجا داشت و خیلی هم از لحاظ علمی هم از لحاظ ادبی از هر جهت در یک سطح بسیار بالا بود. ایشون گاه قم می آمد منزل مرحوم آیت الله محقق طباطبایی حاجی عزیز وارد می شد، به ما هم زنگ می زدند که حاجی سعیدی کاشمری آمده، ما می رفتیم خدمتشون. گفتم که ما کاشمر را با آیت الله سعیدی می شناسیم، اگر شما اهل کاشمر دستشون را میبوسیدید ما پایشون را میبوسیدیم. ایشان اول انقلاب یک دست همه جا بودن افراد تند ایشان را اذیت کردن، ایشان را از کاشمر رفت بیرون، رفت تو مشهد. در مشهد هم درس و بحث و درس خارج و جلسات تفسیر و اینها، و یه مدرسه ساخت اونجا، مدرسه امام حسن مجتبی تو کوچه مدرسه آیت الله خویی چار راه شهدا، و خیلی آدم خاص از هر جهت و شاگردان زیاد اینا. بعد من که این حرف را زدم اونجا، وقتی برگشتیم اونجا حوزه علمیه شب شام قرار بود اونجا باشیم، یه طلبه هم داد دو دسته میزد روی امامه بر سرش. گفتم چیه؟ گفت حاجا این آیه سعیدی شما گفتید، من صبح تا شب هی قدم زدم زمین و گفت پای کوبی کردم، گفتم سعیدی اعدام باید کردم. گفتم شاید دیده بود، گفت نه. گفتم گفت دستور بود. ولی زای همچه برنامه اونجا برای ما پیش آمد که یه خاطره خوشی شد از این
مرد بزرگ و با عظمت تو صحن آقای امامزاده مدفونه و تو مسیرمون سر قبر مرحوم بهلول رفتیم. بهلول وصیت کرده بود چون اونجا دفن بشه. من ایشون را دیده بودم، خبرشون رسیده بودم، ولی اونجا هم به ما گفتن که اینجاست. پیاده شدیم سر قبرش هم نشستیم و یه فاتحه خوندیم. از برنامه های ما در ایران یکی تدریس بود در دارالتبلیغ. ما خودمون فارغ التحصیل دارالتبلیغ هستیم، ولی بعد از اینکه اونجا را فارغ شدیم یک کلاسی گذاشتم برای دیپلمه ها. اون زمان دیپلمه به ندرت می آمد طلبه بشه. الان مثلا ما در قم دو تا جراح معمم داریم، با امامه میرن تو اتاق عمل و عمل میکنن و تعداد زیادی داریم که دکترا گرفتن آمدن طلبه شدن، یا مثلا در رشته های مختلف بالاخره مهندس شدند و بعد آمدن حوزه. ولی اون زمان به ندرت بود. تعداد از اینها که دیپلمه بود دارتا برای کلاس خاصی گذاشت. ما اونجا برای اینها از ادبیات شروع کردیم تا فقه و اصول تدریس کردیم. ما وقتی که اصفهان می رفتیم سه ده هم برنامه داشتیم. سه ده، سه تا ده. اولین و بزرگترین دهی چونجا هست ده فروشانی ها. اونجا آیت الله سید مهدی امامی بودن و شخصیتی بودند و بسیار بی نظیر و ابن انجدن هم اونجا، پدرش اونجا مدفونه، جدش اونجا مدفونه و خودشون هم که وفات کردن و مدفون شدن. و ایشون یه وقت امر فرمودن که ما صبح بعد از اینکه از اصفهان جلسات تمام میشه بریم اونجا. یه دهه را ما خدمتشون رفتیم و اونجا برنامه اجرا کردیم. بعد اونجا باز یکی از این دهات چلان همه شهر دیگه، برای چه سه ده، یکی هم از اینها خوزان هست و یکی هم آدریان. در آدریان یه مدرسه امام صادق علیه السلامه که مرحوم آقای سید حسن موسوی اصفهانی اونجا رو تأسیس کرده، خودش هم بعد اونجا مدفون شد. اونجا هم ما یه روز رفتیم و برای مدرسه فاتیشون، چون روز تاسوعا فوت کرد، ما هم رفتیم برای تشییع. بعد روز یازدهم برای منبر دعوت کردن. ما هر سال چه دهه را میریم اصفهان، شب شامگربان برمیگردیم دیگه، شب را اونجا نمیمان چه صبح به کارمون برسیم. ولی دو بار ما شب را اونجا موندیم. یکی پار سال بود که یکی از شخصیت های اصفهان آیت الله نظام الدین فوت کرده بود، روز یازدهم فاتحه بود، ولی روز تاسوعا فوت کرد و تاسوعا به خاک سپرده شد، یازدهم فاتحه ولی مونده. این هم اون سال به جهتشون بود. بعد رفتیم اونجا، ما یک منبر رفتیم، در اون منبر بحث کردیم از این جمله که در زیارت معصور آقای امام حسین سلام رسیده که حضرت فرمودن که خون تو به ابدیت پیوست. خون یعنی خطاب آقای امام حسین، خون تو به ابدیت پیوست. ما یه چند تا مثال زدیم که آثار خون امام حسین که داستان خیلی معروفی که خیلی اعتبار ارزش داره که بس بشه، که هر سال روز عاشورا خون جاری می شود از یه درخت چنار در اطراف قزوین به نام زرابات. بعد هم گفتیم که این خونی که دیروز از سر عزاداران ریخته می شد همون خونیست که بالاخره به ابدیت پیوسته. بعد چه منبر تمام شد، اون آقای چه کتابی نوشته علیه غمزنه اینجا نشسته بود. گفتم اگه میدونستم روشنتر و شفافتر میگفتم. گفتم بالاخره ایشون اینجا نشسته بود، چیزی نمونده بود چه سکته کنه. خوشبختانه سکته نکرد که بالاخره دیش بیاد به گردن ما. بعدی هم چه داستان ها هم در طول زندگیمون داشتیم الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله. Oh, 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 oh.